دوم به یادآوری تصویر با شکوه در حالی که بسیار مشتاقیم جان کلام این کتاب را دریابید چون شرح کاملی است بر قدرت و ارزش عواطف و احساسات شما و اینکه به طور کامل آنها را بشناسید و از راهنمایی آنها به طور کامل برخوردار شوید لازم است دیدگاه وسیعتری از طبیعت ابدی شما ارائه دهیم در ضمن که توضیح ما ممکن است در قرائت اول به نظرتان ناآشنا بیاید ولی هنگامی که آن را به طور کامل درک کردید و مورد بررسی قرار دادید کم کم به نظرتان آشنا می رسد. در سطوح عمیقتر وجود شما تمام این اطلاعات از قبل نهفته بوده اما کلمات ما به شما کمک می کند تا یادتان بیاید بر طبق باورهای شما در حالی که تجربیات خود را از دید مادی و در مکان مادی می بینید قلم رو غیر مادی را ناکجا می دانید. یعنی جایی که نیست اما اگرچه قلم رو غیر مادی از بسیاری جهات با قلم مادی تفاوت دارد که با دید مادی خود نمی توانید آنها را حس کنید اما به هر حال این قلم رو هست واقعی است پهناور و گسترده است و جایی است یا بهتر است بگوییم ناکجایی است از انرژی پاک، خالص و مثبت. قبل از ورود شما به این جسم مادی در قلم رو غیر مادی بودید و کاملا هوشیار و آگاه. به عبارت دیگر درست همانطور که در جسم مادی خود را تشخیص میدادید و بر آن آگاه بودید. در قلمرو رو به غیر مادی هم بر خود اشراف دارید و همانطور که اکنون در جسم خود هستید و به دنیای اطراف می نگرید و آنچه را می بینید با عدسی دیدگاه خود تعبیر و تفسیر می کنید از موضع غیر مادی هم هرچه در دیدگاه شخصی خود دارید آنها را با همان زوابط تعبیر می کنید. وجود غیر مادی شما هویتی در حال گسترش و ابدی دارد که از طریق آن زندگی را درک می کنید و از آن دیدگاه مشاهده می کنید می بینید فکر می کنید خیال می کنید تعمیق می کنید می دانید و احساس می کنید هنگامی که جهش ارتعاشی اندیشه ها که از قلمرو غیر مادی تا مادی گسترده است با جسم مادی شما که در رحم مادرتان رشد پیدا کرده تلاقی پیدا کرد شما به دنیا آمدید بنابراین چیزی که زمانی فقط فکر و تصور بود واقعیت مادی پیدا کرد تصویر و تفکر در جسم مادی فرو رفت اما وجود غیر مادی شما همچنان غیر مادی باقی ماند و هنگامی که پا به این دنیا گذاشتید رشد بیشتری کرد. اکنون نه تنها وجود غیرمادی شما رشد پیدا کرده بلکه شما صاحب دو دیدگاه هستید دیدگاه مادی شما و دیدگاه غیرمادیتان و هیچ چیز مهمتر از رابطه میان این دو دیدگاه نیست جزء به جزء زندگی شما به دیدگاه مادی و غیرمادی شما و کنش و واکنش آنها با یکدیگر بستگی دارد دلیل آن که این کتاب را می نویسیم کمک به شماست تا درک کنید تنها از طریق کشف قدرت عواطف است که می توانید وضعیت پیوند میان وجود مادی و غیر مادی خود را درک کنید. ما دو بعد مهم فیزیکی و غیر فیزیکی شما را توصیف می کنیم و سپس با این تعاریف بعد فیزیکی که در این بدن هستید را شما و بعد غیر فیزیکیتان را وجود درونی می نامیم. شما بعد غیر فیزیکیتان را شاید خدا، روح، مبدع یا وجود درونی بنامید اما ما دوست داریم آن را وجود درونی بنامیم زیرا ریشه و بنیاد شماست و می توانید آن را در درون خود حس کنید از دیدگاه غیر مادی وجود درونیتان هوشیاری خود را به بعد مادیتان داده است و شما متولد شده اید حالا شما هستید زندگی می کنید نفس می کشید فکر می کنید و همزمان با این کارها وجود درونی شما نیز زندگی و فکر می کند. هرگاه شما به بعد غیر فیزیکیتان فکر کنید، آن بعد خود را وارد زندگی شما می کند. انسان ها درباره جایگاه قبل از زندگی فیزیکیشان باورهای گوناگونی دارند. اما رایجترین آنها این است که خدا غیر فیزیکی است. و در نتیجه کامل و بینقص است و به انسان زندگی مادی عطا شده که کار کند و به کمال برسد و یا به جایگاه خدایی دست یابد اما ما میخواهیم به خاطر بسپارید که شما در جسم فیزیکیتان امتداد همان خدا هستید ما میخواهیم به شما یادآوری کنیم که در شکل فیزیکی امتدادی از آن هستید که انسانها آن را خدا مینامند. ما از واژه خدا برای بیان انرژی مبدع غیرمادی استفاده می کنیم. اما چون فهمیده ایم که این کلمه تدائی کننده باورهای متعدد می باشد، به همین دلیل ما انرژی مبدع غیر مادی یا همان خدا را با واژه مبدع توضیح می دهیم. واجه خدا در اکثر شما فکری را به جای خود کلمه فعال می کند. پس ما از کلمه مبدع استفاده خواهیم کرد. این مبدع غیر مادی امتداد همیشگی را برای شما مهیا می کند. حتی زمانی که از وجود آن و یا ارتباطش با خود آگاه نباشید.